دارم عزیزان. امروز هر کسی که با انتظاری مقدس اومده اینجا روز پربرکتی رو تجربه خواهد کرد امروز روزی مبارک در انتظار ما خواهد بود باور میکنین امروز آخرین هفته اشای مقدس ربانیه که با همدیگه برگزار میکنیم و دعای قلب من که ایمان دارم دعای روح خدا بود برای سالی که در پیش داریم برای مسائبی که در ایران اومده برای عزیزانی که هنوز وارد 2020 شدن ولی با چالش های خیلی زیادی دست به گریبانن دعای قلب من این بود که امروز خداوند از این سفره مبارک و پربرکتت ما رو از رحمت خودت سیر و پیپر کن نه یکم و که از رحمت خودت ما رو سیر کن تا باقی عمری که در پیش داریم شادمان باشیم ترنم کنیم ای خداوند ما رو شادمان ساز به عوض ایامی که مبتلا شدیم به عوض ایامی که بدی رو دیدیم و امروز خداوند با پوری خودش اینجاست تا به حد انتظارمون در اون ایمانی که امروز ایمان دارم شعله ور میشه از این مواهب سفره برکت دریافت کنیم باور میکنی از نام عیسی مسیح دعا میکنم هر فکری هر استدلالی هر منطقی هر بالا و بلندی در فکر ما که باور نمیکنه امروز میخواد قد علم کنه در برابر شناخت خداوند ما عیسی مسیح و دستیابی وعده های بی نهایت گرانبار خدا گرانبهای های خدا امروز این فکرها به زیر بیفته منهدم شه تا نام عیسی مسیح و پیروزی پرشکوه او برای کلیسای مقدسش امروز برافراشته باشه آمین آمین داستانی که عزیزان هفته هاست داریم دنبال میکنیم یکی از مشهورترین داستان کتاب مقدسه یوشا با اینکه با موانع خیلی زیادی روبرو شد اما در نبرد با عریها پیروز شد کلید پیروزی یوشا عزیزان این نبود که اون ماهیتاً یک سلحشور قوی بود یک رهبر نظامی بود کلید پیروزی او حتی این نبود که او نفوذ روحانی خیلی قوی میون قوم اسرائیل داشت و که کلید پیروزی یوشع ایمان و اعتماد به خدا بود پیروزی بر عریها عزیزان به ما میگه اگه میخوای بر وعده های خدا پیروز بشی اگه میخوای صاحب وعده های خدا بشی با مانه ها روبرو خواهی شد تیرهای آتشین شریر میان که با تو مواجه بشن اما تنها با سپر ایمانه عزیزان با سپر ایمانه که میتونیم بر هر حیله های شریر، مشورت های دشمن، تیرهای آتشین او پیروز بشیم. باور میکنین؟ درسی که در هفته ها داریم با همدیگه یاد میگیریم این پیام برای ما داره. ما در زندگی های خودمون دائما با عریها و دیوارهای مواجه میشیم. دیوار عریها هر چیزی میتونه باشه. فریاد دیوارهای های عریها اینه عزیزان که تو نمیتونی وارد چی. تو نمیتونی برکات خدا رو تصاحب کنی تو فقط باید اون بیرون بیستی و چشم تو متمرکز این دیوارهای حجیم و نفوذ بکنی برای ما میتونه دیوار عریها یک بیماری باشه یه بیماری مزمن که سالهاست داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم میتونه برای بعضی اون سال باشه که کلی ضعف ها مشکلات رو همراه داره عریها میتونه مشکلات عدیده در یک خانواده باشه عریها در زندگی ما دیوار عریها میتونه ازدواجی باشه که داره رو حیاتش رو از دست میده و رو به مرده شدن حرکت میکنه دیوار عریها امروز میتونه یک آرزوی نهفته در قلب تو باشه که دائما داری باش دست و پنجه نرم میکنی و باورت نمیشه که یه روزی به اون میرسی دیوار عریها میتونه رنجشی باشه که سالها داری باش دست و پنجه نرم میکنی میتونه ترس باشه تلخی باشه میتونه یک ناامیدی بزرگ در زندگی تو باشه که به وسیله یک واقعی خیلی تلخ تو به دست آوردی آسیب دیدی دیوارهای عریها عزیزان حتی به صورت ترس ناامیدی رب و وحشت فقر و فلاکت به صورت اعتیاد فحشا میتونه دور یه فرهنگی غنی با ریشه ها و تمدنی خیلی تحصیل گذار حلقه بکنه دیوار عریها میتونه عزیزان دور تاریخی با تمدنی خیلی پرمایه و عالی دیوار بکشه، حسار بکشه، حسارهای چنج داره و یک ملتی رو به سوی تباهی سوق بده. خدا یوشع رو فراخواند تا فرمانده ارتش خدا باشه تا پیروزی هایی دوباره و دوباره برای قوم و خود خدا به دست بیاره اما عزیزان نه بدون جنگ نه بدون جنگ امیدوارم ما مسیحیان متوجه شده باشیم که ما در جنگ روحانی هستیم ما خوانده شدیم که در میدان جنگ و مبارزه باشیم اون جنگی که عیسی مسیح خداوند روی صلیب پیروزیشو رو مهر زد ما خوانده شدیم در این جنگ حرکت کنیم جنگ ما با خون و جسم نیست ولی که ما نیروهای شرارت، فوجهای شرارت در جاهای آسمانی جنگ ما با هر ریاست و قدرت و جهانداران این ظلمته اگه امروز تو متوجه نشی عزیزان که تو در حال جنگی اگه متوجه نشی که کلیسا میدان جنگ نه زمین بازی یا دائما با خودت میجنگی یا با دیگران یا در نهایت مثل یک ایماندار یک انسان منفعل میری یه گوشه میشینی و یا منتظر دیگران برات نبرد کنن و همین نشستن تو باعث میشه که یه تومه چاق و چله و آماده برای شریر باشی از دیوارهای شهر عریها مظهر قدرت و توان نظامی کنعانیان بود و به نظر می آمد که کاملا شکست ناپذیره ولی این دیوارها بعدا دیدیم که چقدر شکست پذیر بود نیست این دیوارها قد علم کرده بود و هزاران برکت و بر... برکت های روحانی و وعده های طلایی خدا رو از قوم داشت می دوزید. این دیوارها تصاحب وعده های خدا رو غیر ممکن کرده بود بیایم امروز کمتر روی دیوارها متمرکز بشیم موافقید؟ امروز با هم دیگه میخوایم بیشتر روی توان و قدرت روحانی روح خدا که وسیله تک تک شماهایی که شاید خودتون ضعیف میبینی شاید مدت هاست رفتی یه گوشه نشستی خودتون منفعل میبینی شاید دائم با خودت و دیگران در حال جنگی و اصلا نفهمیدی که جنگ ما با کیه؟ امروز بیایم متمرکز این قدرت قیام عیسی مسیح در تک تک ما باشیم مایانی که خداوند میخواد به وسیله ایمان ما تمام وعده های خدا رو امروز در روح در زندگی ما برافراشته کنه با همدیگه سری میزنیم به عهد جدید سراغ یکی از دو زن مشعلدار ایران ایمان میریم در ابرانیان باب 11 آیه سی معرفی شده به گالری ایمان تالار ایمان عزیزان این باب 11 معروف به تالار ایمان چهره های زیبای مردان و زنان ایمان در این تال... تالار خیلی زیبا آویخته شده به نظر من زیباترین تصویر ایمانی که در دیوار گالری آسمان آویخته شده تصویر زنیه که گذشته داغون داشت و هیچ آینده ای روبهروش نمیدید و این چهره زیبا در این گالری آویزون شده اسم او راهاب فاحشه بود راهاب فاحشه عزیزان چه لقب دردناکی لقب او یک دنیا رسوایی ننگ ترد شدگی رو به ارمغان می آورد برای این زن و خیلی جالبه تصویر این زن راها به فاحشه کنار مردان و زنان نجیب زاده و جنگجویان قیور مردان اسرائیلی آویخته شده در یازده سی میگه به ایمان حصار عریها چون هفت روز آن را تواف کرده بودند به زیر افتاد به ایمان راها به فاحشه با آسیان حلاک نشد زیرا که جاسوسان را به سلامتی پذیرفت عزیزم میخوایم با همدیگه از باب شیش و پنج و شیش و هفت و هشت یوشا این فیلمی رو که عقب کشتن یکمی با هم بریم عقب موافقی؟ تو باب دو باب دو به طور خلاصه اینطوره وقتی که یوشع اون از اون فرمانده لشکر آسمان فرمان رو گرفت و مطمئن شد که باید بره به کنعان سرزمین خدا به او داده که باید تسخیر کنه یوشع ابن نون از شتیم دو نفر جاسوس رو به عریها فرستاد وقتی که رفت این دو جاسوس رفتن تو عریها یه خونه ای رو دیدن که بالای اون دیوارهای قطور چنجه داره یه مسافرخانه بود که اونجا اتراخ کرده بود سالها بود و این دو جاسوس وارد این مهمان سرا شدن و این زن راهاب با اون ابتکار عمل زیباش سریع با تمام ترسایی که داشت با تمام نگرانی،, نگرانی, که داشت عزیزان میخوام فکر کنی حتی در رو به روی این جاسوسان باز میکرد یعنی مرک چه برسه اونا رو دعوت میکرد و میبرد بالا پشتمون میون ساقه های کتان اونا رو قایم کرد چقدر بیشتر این ترس و هلو ولا میشه نیست و بعد از اینکه اونا رو قایم کرد میگه قبل از اینکه این جاسوس ها بخوابن اون نزد ایشان به پشت بام برآمد و به اون مردان گفت میدانم که یهوه این زمین را به شما داده بگید میدانم عزیزان و ترس شما بر ما مسولی شده و تمام ساکنان زمین به سبب شما گداخته شده چون شنیدیم بگین شنیدیم عزیزان شنیدیم چون ایمان میبینه ایمان میشنوه صدای بال فرشتگان رو که برای امداد اومدن میشنوه ایمان چشمای ایمان میبینه پشت صحنه های زندگی که پر از ترس و دل هرو دل است میبینه دستای خدا رو چون شنیدیم دلهای ما گداخته شد و به سبب شما دیگر در کسی جانی نموند زیرا که یهوه خدای شما در بالا در آسمان فقط او خداست در پایین در زمین فقط او خداست آن مردم به وی گفتند جانهای ما به عوض شما بمیرد چون خداوند این زمین را به ما بدهد اصلا میخوام یه نگاهی بکنین الان یه دفعه به ذهنم اومد اونجا راهاب که یه بود پرست بوده میگه میدانم خداوند این زمین رو به شما داده مردان برگزیده اسرائیلی ببینین عزیزان میگه چون خداوند یعنی اگه خداوند انشالله تا الله این زمین رو به ما بده میبینین توش چون که یه در شکه متوجه هستین چون خدا و این زمین را به ما بدهد اگر این کار ما را بروز ندهی البته به شما یعنی به راهاب و اهل احسان و امانت میکنه عزیزان میخوام به این گوش کنین که احتمال فتح عریها یک در میلیون بود راهاب خوب میدونست که این مردان آسوپاس و صحرا گرد نه مهمات دارن نه اسلحه اصلا غیر ممکنه که بتونن در برابر این همه لشکری که تو کنعان بود بتونن تاب بیارن ولی عزیزان اما عزیزان راهاب یک ایمانی یک ایمانی در دل او ریشه کرده بود که چشمش رو روی تمام این شواهد عینی روی تمام این چیزایی که عقل و منطقش بهش میگفت که حتما شکست خواهند خورد بس و در قلبش و در مهمان سراش رو روی این دو مرد جاسوس باز کرد راهاب آینده خودش رو به خطر انداخت فقط به خاطر اون ایمانی که در قلبش ریشه کرده بود عزیزان وقتی پدران قوم خدا رو میبینیم که به نام پاتریاخ معروفند. معروفن یعقوب، اسحاق، ابراهیم اول ابراهیم یعقوب اسحاق یوسف می‌بینیم این وعده سرزمین کنان اول به اونا داده شده بود عزیزان هیچ کدوم اونا در طول زندگیشون این وعده ها رو دست پیدا نکردن اونا حتی نوشته در ایمان فوت کردن مردن اونا در تمامی دوران زندگیشون عزیزان خانه به دوش قریب اجنبی مهاجر از این شهر به اون شهر بودن تاریخ میگه حتی بعضی از شهرها به اونا 20 روز فقط اجازه اقامت میدادن مثل یک برده اون موقع این تسهیلات نبود هر چیزشون که دزدیده میشد میگفتن تقصیر مهاجراست اما عزیزان یکی از اسرار ایمان در همین باب یازده ابرانیان نه فقط راها بلکه مردان پاتریا ها قوم خدا چون اونا نوشته دنبال حتی وعده نبودن دنبال سرزمین کنعان نبودن عزیزان اونا دنبال شهری با بنیاد بودن که بنیاد اون معمار او سازنده او خدا باشه اونا دنبال این شهر بودن برای همین نوشته اونا مشتاقی مشتاق وطن آسمانی بودن مشتاق وطن سماوی شهر خدا بودن از این رو خدا آر نداشت که خدای اونها باشه برعکس نواده های اونا که با یه قوره سردیشون میکرد با یه کشمش گرمیشون دائما یه اتفاقی که میافتاد یاد سیر و پیاز و تره میافتادن در زندگی های ما مخصوصا وقتی ایمان میاریم به نقطه خواهیم رسید که دیگه راه بازگشت وجود نداره وقتی یک هواپیما اوج میگیره به نقطه میرسه که ذخیره بنزینش به جایی میرسه که اصلا نمیتونه برگرده فقط باید جلو بره یکی از بدبختی های نسل ما اینه عزیزان که ما با ایمان شروع میکنیم با هیجان و ایمان شروع می‌کنیم. وعده‌ها رو آمین می‌گیم، بر میداریم اما در مواقع سختی خیلی کم استقامت و پایداری نشون میدیم وقتی قوم خدا رو میبینی دور دیوارها میگشتن اصلا خیلی جالبه اصلا من نمیدونم از کدومش بگم هفت روز باید دور میزدن بعد روز هفتم هفت روز بدون اینکه این دیوارها یه ترک بخوره یعنی اگه من بودم همینجور راه میرفتم دست میزدم گفتم خب اگه خدا گفته یه ترکی باید بخوره دیگه قربونش برم اگه هیچ چیزی نمیشه پس چرا باید به چرخم دور خودم هیچ تاثیر تدریجی اونا نمیدیدن فقط روز هفتم از یک اتفاق شگفتانگیز افتاد یه دور زدن دو دور زدن و فکر میکنم حتی خدا فرمان داده بود که سکوت کنن دهنشون رو ببندن چون خدا به فکر یوشا بود میگو اگه اونا سکوت نکنن دائما نق میزنن به حال یوشا چی شد این چه رهبریه کفشامون خراب شد پاهامون پاول کرد یه روز گشتیم دو روز دور زدیم سه بار چهار بار پنج بار یعنی چی یعنی من که بودم خداهیشینو میگفتم خدا گفت ببند عزیزان امروز نمیدونم در چه مسیری هستی برای چی دعا میکنی یه سال دو سال چهار ساله ادامه بده ادامه بده در میان اون خاکسترهای سکوت که دردناکتر این چیزه یک روزی به همین زودی شعله های فریاد و قریب شادی و ایمان به آسمون میرسه و اون دیوارهای نفوذ ناپذیر به زیر میفته بزرگترین اسرار ای ایمان اینه عزیزان که وقتی به نقطه ای می میرسی که دعا میکنی دعا کردی منتظر همه چیز برعکسه همه چیز برعکس ایمانته همه چیز برعکس وحده های خداست ادامه بده ادامه بده خدا داره در اون سکوت های دردناک فریاد های شادی و پیروزی رو تو تمام سلول های بدنت انباشته میکنه ادامه بده کلام خدا میگه با ایمان راها به فاحشه چون آسیان رو دید اونا رو به سلامتی پذیرفت برای همین نجات یافت و هلاک نشد اصلا زنی زانیه زنی بدکار عاشق صداقت این کلام خدا هستم چه با سراحت چه با سری چه با سراحت تمام اون وقایه رو بدون پرده پوشی همونی که هست میگه راهاب یه زن زانیه بود مهمان سرا داشت مسافر خونه داشت عزیزان اون موقع یه فوش بود به یکی میخواستم فوش بدم گفتن این مسافرخونه چی حالا به زبان خودمون صورت حساب صورت کسی که میرفت اون مسافرخونه، خونه در دوره رومیان همه, چی با هم حساب میشد یه اتاق غذای گرم یونجه برای اولاقت و یه دختر با هم حساب میشد کلام خدا او رو زن ناپاک و منحرف به خاطر لقبش معرفی کرده و نه فقط همین او رو خیلی میتونست در اون عاجز کنه بلکه مهمانسرای او روی این دیوارهای قطور دو جداره بود عزیزان در اون موقعیت حساس که داشتن قوم اسرائیل حمله میکردن و چقدر پیروزی ها رو راهاب شنیده بود پیروزی ها که دریای سرخ خدا باز کرده بود بر دو پادشاه پیروزی داده بود چقدر این زن آسیب پذیر بود به خاطر موقعیت زندگیش به خاطر اون خونه ای که روی دیوارها داشت ولی او انتخاب کرد عزیزان رو انتخاب کرد که چشماش روی شرایط زندگیش ببنده روی ضعفاش روی گذشته تیرو و تاریکش ببنده روی خدایی چشماش متمرکز کنه که در بالا در آسمون او خداست در پایین در زمین فقط یهوه خداست او تصمیم گرفت به ترساش روی ترساش قلبه کنه او تصمیم گرفت با سپر ایمان به جنگ این همه تیرهایی که به سمت او پرتاب می شدن حرکت کنه عزیزان او فقط ایمان نداشت بلکه عمل داشت ایمانش عمل فقط نداشت عزیزان ابتکار عمل داشت عاشق شخصیت این زنم بعد که اونا رو جاسازی که اون بال پشت بون بعد رفت شب مواظب بود که اونا خوابشون نبره فکر کنید چقدر این فکر کرده چقدر مواظب تمام لحظات بوده شب رفته بالا سر جاسوسان و بهشون گفته که الان که من شما رو جاسازی کردم مواظبتون بودم قایمتون کردم از دشمن چه علامتی به من میدین چه گارانتی به من میدین که وقتی که میخواین حمله کنی ها رو بگیرین من و خاندان من در امن و امان بمونیم عزیزان یه گارانتی میخوام یک نشانه میخوام و مردان اسرائیلی به او گفتن یک ریسمان قرمز رو به پنجره خونت ببند همون دریچه که ما بالا اومدیم اونجا ببند هر کسی که وارد تو اون خانه باشه هر کسی که در اون روزی که میخوایم اینجا رو تسخیر کنیم در اون خانه باشه در امنیت میمونه اگه کسی خارج از خونه باشه خون او به گردن خودش عزیزان قبل از اینکه به ریسمان قرمز بپردازیم میخوام بگم که خدا عزیزان این خدایی که در بالا در آسمان خداست در پایین در زمین خداست حتی به کسایی که ایمان ندارن ولی او رو جدی میگیرن با ایمان قدم برمیدارن با دیده تحسین افتخار نگاه میکنه خود عیسی مسیح در لوقا باب 16 گفت با حسرت حتما گفته چقدر ابنای بشر فرزندان این جهان در طبقه خودشون از فرزندان نور عاقلترن حکیمترن و این زن زن حکیمی بود رفت بالا ریسمان قرمز رو به دریچه بست با ایمان او حتی نمیدونست که این نشان عهده این گارانتی عهد و پیمانیه که با خدا هم در عهد عتیق هم در عهد جدید بسته شده هر روز من اینطور فکر میکنم ایمان دارم اینطور که این زن رو باش تماس برقرار کردم در اون ولواهایی که شده بود عزیزان هر روز رهاب میرفت از پنجره نگاه میکرد ریسمان قرمز رو نگاه میکرد نکنه افتاده نکنه باد انداخته چون تمامی نجات من و اهل خانم به این ریسمان وصله به این ریسمان بستگی داره عزیزان او عهد و پیمانی با مردان خدا بسته بود نه با خود خدا متوجه هستین عزیزان ما در عهد جدید در عهد برتر با خدای بهتر عهد بستیم ولی او با مردان خدا عهد بسته بود و هر روز میرفت نشان پیمان رو نگاه میکرد عزیزان دوباره میخوام یه چیزی بهتون بگم خدایی که در بالا در آسمان خداست در پایین در زمین خداست حتی به وفاداری انسان نسبت به هم با دیده احترام نگاه میکنه راها با این مردان خدا پیمان بسته بود و احترام میذاش باور کرده بود به این عهد و پیمان و هر روز میرفی نگاه میکرد و وقتی که قدم میزد نگاه میکرد به بیرون دیوار در اون دیوار قطور و حجیم بیرون رو نگاه میکرد میدید مردان اسرائیلی چقدر جدی و چه سکوت وحشتناکی همینطور دارن میرن نمیدونست او فرمان رو نمیدونست من جایی بودم چقدر این سکوت وحشتناک بود کی کی, کی؟ حمله میکنیم تا ما این پیروزی رو با چشمای خودم ببینم جان من و خانوادم که این نجات رو تجربه میکنه و گاهن به داخل شهر نگاه میکرد بحران داشت روز به روز جدیتر میشد مردان و زنان خودش در شهر خودش پر از وحشت و دلهوره و ترس بودن هر آینه ممکن بود یه واقعی ناگوار پیش بیاد ترس و استراب در داخل دیوار در بیرون دیوار همه جا رو فرا گرفته بود عزیزان اما فقط در یک خانه ایمان و امید موج میزد عزیزان در یک خانه به واسطه زنی بدنام که خودش چسبونده بود به عهد و پیمانی که با مردان خدا بسته گوشی هست که داره میشنوه روح به خدا به کلیسا چی میگه بعد از هفت روز عزیزان کرنه ها نواخته شد بعد از اون سکوت پر از خاکستر نمیدونم دوران سکوت گذروندین عزیزان چقدر دردناکه انتظار سکوتی که خدا داره آسمان سکوته یه جاهایی حتی به ما میگه سکوت انگار همه جا سکوته پر از درده سکوتی که توش انتظاره و نمیدونی کی تموم میشه عزیزان در دوران سکوت خدا داره رو ایمان ما کار میکنه در دوران سکوت داره اون ایمانی که از طلا گران بهاتره از آتش میگذرونه در دوران سکوت در این وقفه های ملال خدا داره تمامی اون ایمان و تر سلول های بدن ما به خاطر اون انتظار و صبر انباشته میکنه در یک لحظه عزیزان در یک لحظه اونجا رویدادی باور نکردنی به وقوع پیوست مثل یک زلزله بود یک زلزله اومد تمام دیوارها فرو ریخت عزیزان شهری که تا اون موقع بسته بود مردم اون شهر امنیت بودن در یک لحظه در یک طرفت و لینی باز و بیدفاع شد زمانهای بعد نویسنده در کتاب ابرانیان اینطور نوشته با ایمان حصار شهر عریها چون هفت روز دور او تفاف کردن به زیر افتاد عزیزان ایمان همون ایمانی که عزیزان اینجا میخوام متوجه باشه همون ایمانی که دیوارهای چنجه داره اون آرمه ها رو به زیر انداخت همون ایمان باعث شد یه تیکه از دیوار یه تیکه از دیوار عجیب نیست عزیزان که اون مسافرخونه روش بود همونجا سر جاش بیسته همون ایمانی که تمام دیوارها رو ریخ همون ایمان یه قسمتی از دیوار رو محکم نگه داشت وقتی که به اینجا رسیدم فقط مزمور 91 برای راهاب و راهاب ها در قلبم می هزاران نفر به دست و راست و چپ تو خواهند افتاد اما به تو آسیبی نخواهد رسید با چشمان خودت نابودی شریران رو خواهی دید اما به تو آسیبی نخواهد رسید چون که خداوند یهوه رو ملجای خودت قرار دادی چون که حضرت علا رو معوای خودت قرار دادی برای همین خداوند امر فرمود فرشته های خود رو فرستاد تا تو رو از هر بدی حفظ کنند چون مرا خانت او را اجابت خواهم کرد چون به من رقبت دارد او را خواهم رهانید چون مرا میشناسد او را سرافراز خواهم کرد عزیزم و نه فقط نجات میده بلکه باقی این مزمور میگه تمامی عمر او سر سفره من میشینه عزت و احترام با او خواهد بود تمام ایام عمرش از سفره من خواهد خورد عزیزان این تمام کاری بود تمام وعده های عالی که اصلا راهاب نمیشناخت نصیب او شد چقدر بیشتر ما که در یک عهد برتر یک خون عالی تر پیمان بستیم بعد می‌بینیم در تاریخ می‌خونیم که چطور خداوند به میان اومد چطور خدا تصویر چهره تیره تار راهاب رو پاک و تقدیس کرد چهره زیبای او رو در کنار منتخبین کلام خدا ابراهیم، نوح، سارا مردان منزه خدا آویخت فتح عریها عزیزان یک نقطه آغاز در زندگی راهاب بود نقطه پایان نبود چون که بعد از اون خدا وارد زندگی راهاب شد به زندگی او هدف داد او دیگه نتونست به شغل قبلیش ادامه بده او تبدیل به یک زن صالحه شد کلام خدا میگه وقتی اون دیوار نصف کاره اونجا مونده بود اون دو مرد جاسوس دوباره رفتن راهاب و برداشتن اصلا حتی با کار عظیمی که راهاب کرد نبردنش میان قوم خودشون کلام خدا نوشته بردنش بیرون لشکرگاه متوجه هستید چقدر دوباره درد ترد شدگی میتونست به این زن رو بیاره ولی این زن بیدی نبود که از این بادا لرزه بیرون رشگرگاه انقدر با و وقار اعتبار کسب کرد عزیزان انقدر اعتبار کسب کرد که خود مردان اسرائیلی قوم اسرائیل با افتخار او رو اوردن وارد قوم کردن نه فقط وارد قوم اسرائیل شد عزیزان بلکه یه مرد یهودی به نام سلمون با او ازدواج کرد حاصل ازدواج دو تا پسر بود یکی از پسران اسمش بو از بود بو با روت ازدواج کرد روت مادر بزرگ داوود بود و داوود جد ایسای مسیح خداوند بود عزیزان راهاب تمام اینا رو تمام اینا رو با یک ایمان ساده به اون عهد و پیمانی که با مردان خدا بسته بود به دست آورد فقط جالبه بهتون بگم توجهتون رو به این نکته جلب کنم که راهاب در شروع وقتی که کلام خدا رو میخونیم پیام رو میگیری راهاب خداییش اصلا دنبال عزت و جلال و بیاد داخل قوم و جلالش بدن و هزار تا بالا پایینش کنن و مادر, بزرگ روت و داوود بشه اینا نبود او فقط مثل گدای روحانی عزیزان دنبال یه تیک نون بود فقط میخواست خودشو و رو نجات بده از مرگ حتمی ولی خدایی که در دولتمندی در سخاوت بی نظیره عزیزان نه فقط یه خورده نون یه بشقاب یه غذای کامل به او داد سر سفره نشوندش تا ابد از میزبانی پرشکوه یهوه خدا برخوردار شد عزیزان نه فقط تازه گرفت و که میراثی مبارک نسل در نسل به جا گذاشت و اسمش در تاریخ افتخار آفرینه افتخار عظیمی صاحب راهب، نصیب راهاب شد افتخاری که تمام زنان یهودی عزیزان در تمامی نسلا حسرتش رو میخوردن میتونید تصور کنین؟ اینا همه به خاطر ایمانی بود میخوام بدونین خدای ما اصلا این روزا بیشتر میفهمم خدای ما اون ارباب و آقا و سروریه که حتی به انگیزه های ما بیشتر از حقمون پاداش میده عزیزا این روزا دارم فقط این رو تجربه میکنم او تنها آقاییه او تنها سروریه که بیشتر از حقمون به ما پاداش میده او مثل یه گدای روحانی پاشلای در آسمان گذاشت و دنبال یه خورده نون بود در آخر داستانی رو براتون تعریف میکنم که حقیقیه روزی یه گدایی میره در خونه مهاجر فقیر در میزنه بچه اون خانواده میاد در رو باز میکنه و اون گدا بهش میگه فقط یه خورده نون میخوام و پسر بچه میره به مادرش میگه مامان فقیر اومده گدا اومده نون میخواد مادرش میگه برو به فقیر بگو ما از تو فقیر تریم لطفا برو پسر بچه میره و بهش میگه مامانم میگه ما از تو فقیر تریم و میخواد در رو ببنده میبینه در بسته نمیشه میبینه اون گدا پاش و لای در گذاشته میره به مادرش میگه من نمیتونم در رو ببندم چونکه فقیر گدا پاشولای در گذاشته مادر میگه حقیقتا او یه گدای حقیقیه پس بیا هر که داریم جمع کنیم یه پرس غذای کامل به این گدا بدیم از این کاری که خدا با این گدای روحانی راهاب کرد یه پرس غذای کامل بود آمین این همون کاری که امروز میتونه با گدایان روحانی بکنه که پاشون رو لای در آسمان میذارن و وعده های خدا رو در دستشون میگیرن به خدا نشون میدن و وعده خدا برای این گدایان روحانی که استقامت دارن نیست نه که یه دور به چرخن, دو دور به چرخن. دیگه نمیتونم رفتم پیکارم میرم که گمشم نه عزیزان خدا دنبال زنان و مردان ایمان میگرده این همون کاریه که خدا با گدایان روحانی مثل راهاب کرد کسانی که ریسمان قرمز وعده های خدا در دستشونه و پاشونو با دعا لای در آسمان گذاشتن آیا فرزند گمراه داری؟ یک فرزند مریض داری؟ که سالها منتظری فقط بد و بدتر میشه وعده های خدا رو سمت او بلند کن و لای در آسمان بذار با دعا آیا دیواری میبینی بین خودت و تمام اون وعده هایی که خدا داره به تو میده پا تو بذار لای در آسمان و وعده های خدا رو نزد او بلند کن آیا در ذهنت دیوارهایی میبینی خواهر و در برای این ویزیون 2020 که کلیسا داره سعی میکنه با این پیام ها به شما منتقل کنه که خدا گفته زمین هست جان های هست برای عیسی مسیح که باید تسخیر بشه توسط من و تو آیا دیوار میبینی؟ مانه میبینی؟ خود تو خیلی کوچیک میبینی؟ وعده های خدا رو نزو بلند کن پا تو بذار با دعا لای در آسمان آیا دیوارهای حجیم و نفوز ناپذیر دور قوم ایران میبینی؟ که هر روز داره قطور و قطورتر میشه؟ که داره باعث میشه که نور و روشنای انجیل به ملتت نرسه؟ آیا بار داری؟ درد داری برای ملتت؟ که و یک ساله پشت دیوارهای مذهب و نیروهای اهریمنی در اسارت و حصار هستند و های خدا رو نزد خدا بلند کن خدا به دست خط خودش حساس عزیزان و های خدا رو نزد خدا بلند کن و پا تو با دعا لای در آسمان بذار آمین خدا بخشنده خصیص نیست خدا بخشنده نیکوس خدا بخشنده سخاوتمنده حتی اگه ایمانت به اندازه دانه خردله فقط همونو به حرکت در میاری خداوند به فراوانی به تو خواهد داد ایمان دارم ایمان داری؟ خواهر بردار عزیزم میخوایم با هم وعده های خدا رو دست خط خدا رو ریسمون قرمزه، عهد و پیمان خدا رو در وعده های خدا نزدش بلند کنیم برای کلیسامون برای 2020 که که جلو رو داریم وعده هایی داده خدا نیست باید دستش بلند کنیم ما زنان و مردان ایمان هستیم نه احساس نه عقل و منطق برای ایرانمون خدا وعده داده اصلا در طی تاریخ بشریت و امروز خدا میخواد از مردان و زنان ایمان استفاده کنه وعده های خدا رو نزدش برای ایرانمون بلند کنیم یه چیزی میخوام بهتون بگم از یه وعده شکوه در کلام خدا در یوحنا 633 میگه دنبال ملکود و پادشاهی من باش همه چیزها برای مزیده امروز میخوای تصمیم بگیری چشماتو ار رو دیوارها مانه ها و چه آرزوهای خودت برداری بارها و بارها در کلام خدا دیدیم وقتی شفاعت میکنی خودتو تو می برای دیگری خدا به طور مزید در زندگی تو کار میکنه باور میکنی امروز میخوای دولتمندی و سخاوت خدا رو ببینی امروز قبل از اینکه اشا داشته باشیم تو قلبمون این بود که رو به هم بدیم گرد از همینجا یه بار ما اشا برداشتیم به صورت دایره یادتون از کیا بودن یادشونه انتظامات حتما یادشونه و کمکتون خواهند کرد میخوایم رو در اتحاد به هم بدیم از مثل دیوارهای آتش به جای این دیوارهای مسکنت و فقر و اتیات و فحشا و ترس و روب و وحشت که در ایرانه مشکلاتی که در کلیسا هست عزیزان ایمانهای فلجی که در کلیسا هست نمیذاره بعد رو دریافت کنیم میخوایم برای خانوادهمون برای کلیسامون برای ویزیون 2020 امروز در دستای گره کرده با ایمان هایی که به هم وصل شده مثل دیوارهای آتش دور کلیسای محلی مون دور ایرانی که زمانهای وحشتناک و حساسی رو عزیزان دارن تجربه میکنن با همدیگه دیگه وعده های خدا رو برای ایرانمون برای کلیسامون بلند کنیم پس به پا خیزین مردان و زنان ایمان ایمان دارم که خدا این کارو میکنه به هم وستشین مثل دیواری به هم پیوسته که از هر نفوذ رخنه هر چیزی که میخواد توی کلیسای آلفا اومگا رخنه کنه در نام عیسی مسیح دستایی به هم گره خورده ما مثل دیوار آتش دور کلیسا و دور ایران ما میخوام قبل از اینکه برای ایران دعا کنیم عزیزان هدایتتون کنم که تمرکزمون رو از روی مانه‌ها برداریم روی دیوارهای چنجه‌داره‌ای که چلو یک سال دور ایران بسته شده میخوام به یاد بیاریم از میخوام در دعا با ایمان قلبمون رو در حضور خدا بلند کنیم نیست به یاد بیاریم که همه چی در حاکمیت مطلق خداست هر اتفاقی که در ایران افتاده ایمان داشته باشیم که برای خیریت و نیکویی ایران به انجام خواهد رسید بیاین چشمامون روی اخبارها خدا اخبارهایی که خیلی وحشتناکه مثل یه دیوار میتونه ترس و وحشت ایجاد کنه از رو اونا برداریم روی یهوه شدای خدای قادر مطلق خدایی که برای هر ضعف ایران میتونه قدرت و سلامتی و برکت ایجاد کنه میخوایم حتی عزیزان چشمامون رو از روی حکومت های جبار حکومت هایی که به نظر قوی میان برداریم عزیزان آمین میخوایم برداریم و به یاد بیاریم که جبار به قوتش پیروز نمیشه اسب قدرت اسب جهت پیروزی و خلاصی باطله اینک چشم خداوند عزیزان اینک چشم خداوند و آنها نیست که از اون میترسن و منتظر رحمت او هستن مثل راهاب آمین منتظر رحمت خدا هستیم اول برای کلیسای آلفا اومگا و ویزیونش دعا میکنه پاستور و بعد من برای ایران یا خداوند ممنون هستیم که نه فقط ما رو نجات دادی خداوند بلکه به ما این معمولیت رو دادی خداوند این دنیا رو خداوند با تو معرفی کنیم و همینطورم هم خداوند نمونه در این دنیا باشیم خداوند که به وسیله کلیسا که خانه توست بدن توست خداوند دنیا نجات پیدا کنه خداوند ممنون هستیم خداوند برای وعده ای که به ما دادی خداوند برای 2020 در حضور تو اینجا ایستادیم خداوند جلوی تخت تو خداوند و این وعده رو, رو روی کلیسای آلفامگا اعلام میکنیم که کلیسای آلفامگا برای این سال 2020 و کلیسا زمانی که میگم منظور تک تک اعضای بدن هستن که عضو این کلیسا هستن که خداوند میگه که و این وعده داده, داده که هر جایی که کلیسای آلفا میگا کف پای تو گذاشته شود به شما داده هم. به این خاطر به تو میگم کلیسای آلفا میگا و اینو اعلام میکنم آیا تو رو عبر نکردم پس قوی و دلیر باش ما ترس و حراسان حراسان ما باش زیرا در هر جایی که کلیسای آلفا مگا بروی من یهوه خدای تو با تو خواهم بود خداوند اینو اعلام میکنم روی کلیسایمون خداوند که وعده توست خداوند که ما ورداشتیم با ایمان همینطور که کلامتونم هم امروز هم شنیدیم خداوند این دیوارای که این دنیا هستن خداوند دیوارای عریخایی که در این دنیا هستن خداوند ما شکست نخواهیم داد خداوند بلکه خداوند با قدرت خودمون بلکه وعده توست تو گفتی و تو هم خراب خواهی کرد خداوند نابود خواهی کرد و مرسی خداوند که الان هم که جلوی تو هم میخواییم این اشا رو برداریم و همینطور هم از بدن تو بخوریم و از خون تو بنوشیم خداوند که قدرت تو اقتدار تو در تک تک اعضای بدنت قرار بگیره که بتونیم این وعده ای که به کلیسای مدادی خداوند به انجام برسونیم خداوند با ایمان دریافت میکنیم خداوند همینطور که یوشا صبر کرد صبر کرد صبر کرد سکوت کرد ما هم خداوند میخوایم صبر کنیم و مشغول فقط کار تو باشیم که تو این کار عظیم تو را انجام بدی خداوند اینا اعلام میکنم در نام عیسی مسیح و تشکر میکنیم آمین. آمی. بله خداوند میخوایم اعلام کنیم که نه از مغرب امداد و کمک میاد برای ایران نه مشرق بلکه از خدایی میاد که یکی رو بلند میکنه و یکی رو به زمین میندازه خداوند دعا میکنیم یهوه الشادای ای خدای قادر مطلق ای خدای قادر مطلق که هیچ چیزی نزد تو غیر ممکن نیست خدا من دعا میکنیم که سایه تو روی ایران و ایرانی در این زمانهای حساس بیفته به خصوص خدا اول از همه امروز در قلبم بود برای افرادی دعا کنیم که این انقلاب رو شروع کردن خداوند یه دور زدن دو دور زدن خدا من ممکن افرادی هستند که در جانشون ضعف کردن خستگی شک ترس بر اونا حجوم ورده خدا من دعا میکنیم که با فرشته‌های تو با لشکرهای آسمان تو به امداد این عزیزان بری اونها رو در جانشون قوی کنی خدا من دعا میکنیم این شعله‌ای که روشن شده در ایران به خاموشی نکشه بلکه مشتعل بشه خداوند به پیروزی برسه خداوند چون ایمان داریم که پیروزی نزدیکه خداوند دعا میکنیم اونا رو در جان خودشون قوی کنی کمر این افراد رو به قوت ببندی خداوند دعا میکنیم هر روح ترس رو وحشت که روی این عزیزان اومده که متمرکز شدن برای اتفاقاتی که داره میفته به زیر بیفته و روح دلیری شجاعت در میان ملت ایرانی قوم سلحشور بلند کرده بشه چون آزادی نزدیک خداوند چون آزادی نزدیکه دعا میکنیم برای اون زانوهای ضعیف خداوند که قوت تو این زانوها رو جون بده دستایی که افتاده دستایی که ضعیف شده خودشون تو پستو قایم کردن جانشون در اونها کاهیده شده گداخته شده پدر دعا میکنیم که قوت قیام تو اونا رو در بر بگیره دعا میکن های فرشته های تو به امداد اونا برن دعا میکن که چشمای ایران و ایرانی رو باز کنی و روی نجات حیرت انگیز تو که ریشه باید اصلاح بشه و این ریشه فقط در خون عیسی و وعده های عظیم اوس که اصلاح میشه خدا من دست خط تو رو نزد تو برای ایران بلند کنیم میخوایم پاهامون رو در آسمان بذاریم خدا من ریسمان قرمز وعده های تو رو مثل راها بلند کنیم خدا من میخوایم بگیم تو همون خدا هستی که در ارمیا 49-38 گفتی کرسی خودم رو ایلام برپا می کنم تو همان خدا هستی که گفتی سروران رو در امپراتوران عصر رو در اون سرزمین نابود می کنم تو همان خدا هستی که گفتی اسرا رو آزاد می کنی خدا من بشود امروز قوم تو می خواد شفاعت کنه که بشود وعده های تو برای ایران و ایرانی بشود خدا من تو همان خدا هستی که صد سال قبل از اینکه کوروش به دنیا بیاد رو مس کردی اونو لمس کردی دیوارهای برنجین و جلوی اون باز کردی دیوارها رو شکستی زنجیرها رو باز کردی گفتی منم که تو رو به اسمت خواندم تو خزائن مخفی رو به کوروش نشون دادی ای خداوند و وعده دادی در کلامت هر کسی که خدا ترسه و دلش به من چسبیده تا هزار نسل و برکت میابه خدا ما نسل کوروش هستیم هرچند پر از ضعف گناه خطایای بسیار فیض تو رو در ایران نادیده گرفتیم ناچیز گرفتیم از همون موقعی که فیض تو نادیده گرفته شد ایران و تمدن و فرهنگ غنی ایران ای رو به کوچک شدن و ضعیف شدن کرد ای خداوند پرچم فیض تو رو به وسیله وعده های تو توی ایران و ایرانی بلند می‌کنی. خداوند به یاد بیار در دوم تواریخ در ازرا به یاد بیار رو به یاد بیار که یهوه خدا رو اقرار کرد گو یهوه خداست در آسمان و زمین خدایی نیست جز یهوه خدا به یاد بیار به یاد بیار که چطور استفاده کردی برای قوم عزیز خودت امروز به یاد بیار و کمر این قوم خودت رو که در جای امن داریم زندگی میکنیم خدا من. ببند ببند با اشتیاق ما رو برانگیز و اینکه پامون رو با دعا و شفاعت در این زمان های سخلای در آسمان بذاریم و ریسمون وعده های تو رو برای ایران نه تو بلند کنیم خدا ما دعا میکنم در این شراکت مقدس در این خون و بدن تو در این عشای ربانی در این میز برکت هر کسی که جانش ضعیفه هر کسی که خدا ما هنوز با تمام این حرفا مشغوله خدا من اون درد سرهای خودشه خدا من دعا میکنم خدا من دعا میکنم که رحمت های تو امروز سیر و پر و پیمون بشه دعا می خداوند هر کسی که اینجاست سر سالی که گذشت بدی رو دید مریضی خداوند متلاشی شدن خانواده خداوند جنگ هایی رو تجربه کرد درد هایی رو جدایی هایی رو بیماری هایی رو خداوند دعا می کنم. به عوض ایامی که مبتلا شدیم هر کدوم ما از این سفره برکت خداوند پر و سیر بشیم و با ایمان باقی روزمونو باقی ایام عمرمونو با چشمایی که با آسمون برافراشته شده با ایمان که چهره های ما در ایمان در آسمان تابانیده میشه روزمونو ماهمونو سالمونو با این خدا به سر کنیم چون در نام عیسی مسیح دعا کردیم کلیسای خداوند با ایمان آمینی که دیوارها رو دوباره بریزه آمین آمین هللویا یه بار دیگه آمین آمین